همگی هم دوستان الان میام براتون کم لحظه ای چند لحظه ای فس فس کردیم، تقصیر از ما بود. بله اینجا هم لایک رو میزنیم، شیر میکنیم با چنقدر صبح شدم من شیر ناو با پیج برای دوستانی که احتمالا از مردم تیوی ما رو میبینن. و بله اینجا رو میزنیم شیر واقعا خاک بر سر این فیسبوک که این مشکلشو حل نمیکنه. خب اینم از اینو حالا ببینیم چه میشود. فعلا 10 دقیقه دیر کردیم، اب نداره، ما داریم میشیم مثل دیگران. ما که نتونستیم شماها رو مثل خودمون کنیم، اولا ما مثل شما و دیگران بشیم. چه اشکالی داره؟ چه خبرتونه؟ احمدی‌نژاد احمق یادتونه گفت چه خبرتونه؟ مردک دیوانه. اوکی، ولی همین اول کار یه چیزی بهتون بگم راجع به دوستمون آقای پرویز فیروزآبادی، همشهری عزیز من. میگو رفتم توی فروشگاه داشتم هندونه میخریدم. میدونید که ما ایرانی ها هندونه ها رو تاپ 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 میزنیم، هر کدوم صدای مثل تنبک بده حکایت از این میکنه که رسیده و داخلش خالیه، پوکه، به قول نه پوکه، یعنی چی بگم براتون، مثل مغز حفره داره، اونو برمیداریم. گویا یه خانم آمریکایی بهش گفت شما چه کار میکنی؟ گفتم به این وسیله تشخیص میدم که چه هندونه خوبه و کدومش خوب نیست، خوبه رو انتخاب میکنم. خانمه گفت ای چه جالب، ای کاش همچین کاری رو برای انتخاب نماینده ها و رئیس جمهورتون انجام میدادید. من اگه جای آقای پرویز فیروزآبادی بودم میگفتم هر کی میگه نون و پنیر تو سرتو بذار زمین بمیر. اولا تا کی آقای فیروزآبادی؟ ما میخواییم تا اروپایی ها یه چیزی گفتن، آمریکایی ها یه چیزی گفتن فکر کنیم اونا درست میگن و ما تو سری خورای بدبخت ما همیشه اشتباه میکنیم. شما باید بهش میگفتی که وقتی آمریکا با این همه اولوپ و تلوپش وضعش اینه، رئیس جمهوراش اینجوری انتخاب شدن، از دوره جورج بوش براش میگفتی همینجوری بیاد تا بعد ترامپ و همین اوضاع که هنوز تا هنوز اون میگه من رئیس جمهورم، اینم که رئیس جمهوره، اون وقت یک کم رو اینا کم میشد. بذار ببینم یکی از دوستان تکست فرستاده چی میگه. بله اوکی رایت دن اگزیت مسیج. اوکی خیلی هم خوب، میگه بسته شما رسید. از این بسته شما رسید، شما روزانه چند تا دریافت میکنید که معمولا هم دروغ میگن. خب و اما آقای پرویز فیروزآبادی، برید روی صفحه فیسبوکش نگاه کنید، چیزای خوبی مینویسه و پست میکنه، ولی امروز تعجب کردم که همچین چیزی نوشته. خبر بعد این که پس از 50 سال در میدونید که کلن نیویورک یه جزیره هست، حالا به وسیله پل و این جاده و تونل و اینها وصل میشه به نیوجرسی و به جاهای دیگه، ولی خودش یه جزیره هست. خب وقتی یه جزیره هست و تو آب هست، کنار دریا هم داره دیگه، یا بیچ بهش میگن، ساحل هم داره. در یکی از این ساحلای نیویورک دیروز شارک، همون کوسه های خودمون، اتک حمله کرده و امروز داشتم میخوندم که میگفت پای اونو مجبور شدن به اصطلاح بچسبونن، یعنی همچین مثلا پای طرف خورده که جدا شده. در صورت مواظب باشید وقتی که هوا گرم میشه برای چند مدت، کوسه ها در سواحل آمریکا دیده میشن. الان این روزا به وسیله چی میگن، دوران میگن چی میگن، این چیزایی که میپره با پهباد، از بس اینا هی تلاش میکنن که ترجمه ایرانیشو بگن، آدم میگه قاطی میکنه. ما مجبور شدیم که
به اصطلاح به وسیله پهباد نگاه میکنن این چی میگن نجات غریق ها و اونایی که مسئول شهرداری به اصطلاح اون قسمت هستن، اینها ببینن اگه اینها میان به مردم خبر بدن بیان بیرون، ولی بعضی وقتا به موقع انجام نمیشه و این مشکلات رو همراه داره. و اما ببینیم که اینجا چی داریم و اونجا چی داریم. مردم تیوی و بله اینجا هم هست. و دوستان اگر ما بارها گفتیم ولی نمیدونم هی برنامه میذاریم بعد میگن که آقا چرا زنده رو ما ندیدیم، میگم خب برای که نگفتی به دستگاهت که بهت خبر بده. ما دیگه چیزایی هم که مجانی و ارزون و ساده است زورمون میاد انجام بدیم. گفتم یکی از این ویدیوها بود به بیننده‌هاش میگفت بکشید به هم یه لایک بزنید. آقای آرش کمانگیر بود داشت با بیننده‌هاش تلفنی صحبت میکرد، یه خانمی از این بیننده‌ها گفت که من نمیدونم اینایی که لایک نمیکنن، سابسکرایب نمیکنن، زنگوله رو نمیزنن چه مرگشونه. واقعا راست میگه. خب خود من سابسکریپشن خیلی نمیزنم، چون اگه بخوام بزنم 1000 تا سابسکرایب دارم، اینجا فایده نداره. ولی وقتی یه ویدیو رو نگاه میکنم حتما میرم اون لایک رو میزنم، یعنی خودم رو مدیون اون کسی میدونم که ویدیو ساخته، حتی اگه باهاش مخالفه. من هی دارم به اون دوربین نگاه میکنم که خاموش هست. خب اینم از این دوستان که هر کدوم برمیدارن و هی ویدیوهای خودشون رو میفرستن بماند. و اما خب به نظر شما معده انسان، شکم انسان باهوشتره یا مغز انسان؟ یکم فکر کنید بعدا میرسیم بهش بگیم. شارک یا کوسه در نیویورک پس از 50 سال دیده شده، بهتون گفتم. و اما این روزها سالگرد مشروطیت، سالگرد قتل بختیار و همه اینا وقتی میاد یادآور دو تا چیزه. یکی به اصطلاح خبرهای بد، بدبختیایی که از دست این چیزا کشیدیم. والا من انقدر قرمز نیستم، حالا بذار این نور رو من یکم کم کنم ببینم تغییری ایجاد میشه. بعضیا به ایجاد میگن ایجاب. انقدر این اینایی که تو برنامه خبر روزانه خبر میخونن چقدر غلط، چقدر لغات عوضی میگن. خیلی هم که به توصیه میگن توصیه، به توصیه میگن توصیه. یکیش معنیش گسترش و اینا هست، یکیش وصیت، سفارش، اینها. و اما خب این دوستمون هم خانم ملیه خانم ریسپان کانفرم، این مثلا ایشون تقاضای دوستی کرده. من نمیدونم چرا اینجا ما دو بار باید کانفرم ریکوست. اوکی حالا شدیم دوست. خب برایشون بینیستم که من همین الان برنامه زنده دارم. در هر صورت من دیگه کاری که از دست من برمیاد اینه که برنامه بذارم، و کاری هم که از دست شما برمیاد اینه که اگر یوتیوب تماشا میکنید، چون امروز همزمان هم از یوتیوب پخش میشه هم از فیسبوک. بذار یوتیوب ببینم صدا و اینها چگونه است. اینجا میایم، اینجا میزنیم لایو و یه دونه اینجوری میکنیم. بله شاید این، آها فهمیدم، لایو من اینجا رو مردم تیوی نیست، روی یک قسمت دیگه هست که اینجاست. بله هنوز داره برای خودش دور میزنه. کاپی و بیاییم بزنیمش تو قسمت یوتیوب. خب نزدیم دیگه. استاپ استریمینگ سرین ببینیم استریم چی میاد. این یوتیوب فیسبوکی که داره کار میکنه. اوکی ولی اون یکی دیگه که گیت شدم خودم رو خدا. آها این یکیه که بزنیم استاپ استریمینگ سیتینگ. بعد میایم اینجا توی استریم این شماره رو وارد میکنیم. آها این اشتباه بوده، روی فیسبوک بوده، اونم یوتیوب باید میزدیم. بعد اینجا رو میزنیم، همش بزنه بزنه و بکش بکش و
همه چی شده و حالا میگه choose your account OBS studio to continue YouTube server اوکی اینجا استرینگ کی. ما دیگه خیلی پیریم برای ایچیا. برگردیم همین مثل دوستانی که تلفن میذارن جلوشون و برنامه اینستاگرام میذارن خودمونو راحت کنیم و اونجوری ادامه بدیم. حالا ببینیم چی میشه. این sign in with Google UBS والا بلا sign in بودیم ما. حالا when you allow this access you will be able to okay. خب حالا ببینیم یوتیوب چی شد. اگه نشد دیگه ولش میکنیم برای برنامه بعدی ابنه. و اما خب بختیار دیدار با صدام. گفتم که این سالگردها که پیش میاد یاد به اصطلاح یادآور خاطرات خوب، خاطرات بد، خیانتها، خدمتها و مثلا همین مشروطه، سالگرد مشروطه هم هست. ولی از هر کی میپرسی آقا تو مشروطه رو خوندی؟ میگه نه ولی من طرفدار مشروطه هستم. آقا این مشروطه همین حکومت آخوندا بود، حالا جمهوری اسلامی حکومت دنباله حکومت شاه و مشروطه و الی آخر. فقط به جای تاج چون اینا کونگو شادن عمامه میذارن سرشون. همین سبکتره، راحتتره. بختیار دیدار با صدام، پول از صدام، 14 مرداد. و یه برنامه رو دیدم اینترنشنال داشت توجیه میکرد، ماسمالی میکرد که بگه، اینجا میگن وایک باش، که بگه بله خب هر کسی باشه باید پول بگیره. میدونید خیلی ها هستن میگن ما از هر جایی بشه پول میگیریم تا جایی که به ما نگن چه کار کن. هم موقع ازشون بپرسید مگه میشه کسی بیاد به شما پول بده ولی ازتون نخواد که یک کاری براش انجام بدید؟ اقلا وجدان داشته باشید بیان بگین آقا این کشور اینقدر پول داده و این رو هم میخواد از ما، بریم یا نریم، دلا بشیم یا نشیم. این روزان که راجع به دلا شدن و اینها طرف گفت، یکی گفت که چرا ازدواج نمی کنی؟ گفت هنوز باجناق مورد پسندم گیرم نیامده، چون باجناق مهمتر از همسرشه، چون میخواد با اون بره نمیدونم لواط کنه و فلان. اینها دیروز برای آقای سلیمانی راجع به این آخوندا که بود یه چیزی نوشتم که خب اینا که همه از قدیم میگفتن اینا تو حوزه ها و اینها به اصطلاح کونی هن و حالا که دیگه علنن چی هن. بعد اگه شما بری تاریخ و اینها رو بخونی، ببخشید اینو میگم دوستان، افلاطون تو آکادمیش و اینها گویا همین خبرها بوده. اصلا شما نگاه کنید تو آکادمی افلاطون هیچ، در صورت که زنان جنگجو بودن ولی هیچ کسی دانش آموز زن نبوده. حالا خود اون اسکندر و افلاطون و سقراط و اینا، خود سقراط رو میگن به خاطر همین کار از بین بردن. ما نمیدونیم چون تاریخ تاریخ درستی نیست، ولی این همجنس بازی و اینها، اینم مثل تنفروشی. میدونید تنفروشی میگن اولین شغل که انسان راه انداخته. حالا این ماجرای این به حدی دیگه تو ایران کثیف شده که حتی اون رائفیه که دیوونه که شبیه یاسر عرفات، میگن یاسر عرفات وقتی میمده تهران هتل نمیرفته، میرفته خونه اینها و این شبیه اون در اومده. حتی رائفی پور گفته که بابا یه کمی به هم تجاوز نکنین تا ما بتونیم خبر اخبار هوا رو گوش کنیم، تا ما بتونیم نرخ دلار رو گوش کنیم. اولا این نمیفهمه، این تجاوز نیست. این وقتی دوتاشون میرن با هم دیگه توی تخت خواب و رخت خواب و اینها، این تجاوز نیست. این همجنس بازی، همجنس گرایی و هر چیز دیگه که شما میخواین اسمشو بذاری بذارید. اشکال از اونجا شروع میشه که یه کاریکاتوری هست اگه بتونم نشون میدم، طرف همین دوتا حاج آقا خوابیدن توی رخت خواب، بذارید بله خوابیدن توی رخت خواب، بعد اون یکی بیرون نشون میده از پنجره، میگه نگاه کن این خانم ها میخوان لخت شن، خودشون لخت خوابیدن تو رخت خواب دارن هر کاری میکنن. بعد میگه نگاه کن این خانم ها میخوان لخت شن. بذارید ببینم میتونم پیداش کنم.
یا گذاشتمش توی لایو دوباره. دوباره ما یک پوشه لایو رو آوردیم و هم خودمون رو سرگردون کردیم و هم شماها رو. یا یک کاریکاتور دیگه کشیدن خیلی جالبه، بذارید ببینم این میاد عکس اینجا. یه عکسی هست، عکس آخوند، من براتون نشون بدم. آمد نوبهار، بله این کمرای سه، نگاه کنید. من یکم بزرگترش کنم که صفحه رو بپوشونه تقریبا. نگاه کن، آخوندی که وایستاده به مردم میگه حجاب اجباری، خودش کمپتیه برای که دیگه میخواد وقتی میخوان عملیات انجام بدن خیلی هم معطل نشه، آماده باشه. و این هم ماجرای انقلابی که پارسال انجام شد و بیچاره جوانایی که کشته شدن از بین رفتن و به هیچ جام نرسید. حالا بعضی ها میگن این شده آتش زیر خاکستر، صبر کنیم ببینیم چی میشه. ولی یک ویدیویی رو من گذاشتم، یه دقیقه صبر کنید تو من اینو ببینم همش درسته این تاریخ تقویم و به اصطلاح روز و اینها. یکی از بانوانی که برنامه ما رو سال هاست، اما 8 آگوست 2023، 17 مرداد 1402، گفت که شما چون دیروز، من قرار بود دیروز برنامه بذارم ولی فیسبوک ما رو 24 ساعت زندان کرده بود، گفت من رفتم دنبال ویدیوها گشتم، وقتی اسم شما رو زدم یه ویدیو اومد تقریبا تاریخش همین 7 آگوست و اینها بود و نشستم تماشا کردم، بعد متوجه شدم که این مال سال 2020 بوده. یه برنامه ای شما با آقای لادن داشتید و ایشون البته لطف دارن، ایشون میگفتن که چقدر جالبه که اون برنامه حتی شعر حال امروز ما بود. دیدید مثلا طرف شعر میگه، میگه که اگر پدر ایران این بی پدر است، نمیدونم بعد راجع مجلس و اینا، یا عارف قزوینی شعرهایی که گفته و اینا همش شعر حال ما هست، برای که ملت بدبختی هستیم. مرغ سحر رو میخونن، سالها نسلها میگذره هنوز ما مرغ سحر مرغ سحر شده مثل سرود ملیمون. یا اون آهنگ یار دبستانی رو میخونن، آقای منصور تهرانی اگه اشتباه نکنم، باز اون شده همینجوری سرود و اینها. و این بدبختی یک ملت هست. و این دوستمون میگه که من سخنان آقای لادن گوش دادم و دیدم که چقدر ایشون قشنگ و با منطق صحبت میکنه. من ایمیل شما رو دوست عزیز برای آقای لادن فرستادم و ایشون هم تشکر کرد. دوستان من براتون یه نوشته ای رو اینجا نشون میدم، اینو من نوشتم گذاشتم توی صفحه آقای مصطفی اسکندری. نوشتم دوست گرامی، تو رو جان هر کسی که دوست داری، قبل از پست کردن این ویدیوها اول از دوستانت نظرخواهی کن. شما حتی عملکرد کوکتل مولوتوف را نمیدانی. چگونه من به دستور شما با یک بند و چند تا بادکنک برم به خانه خامنه ای حمله کنم، یا برم به لوله های نفت و گاز و تأسیسات نمیدونم چیز حمله کنم؟ والا به خدا همین آخوندهای کونی به ریش من و شما میخندن و هر روز تکرار میکنن خدایا شکرت که دشمنان ما این احمق ها هستن. مگر شما طرفدار رضا پهلوی نیستید؟ رضا پهلوی، خب به دستورهای او گوش کنید و عمل کنید. شما که نمیتونی بیای بگی وکیل من رضا پهلویه، ولی من خودم هر چیزی دلم خواست تو دادگاه میگم. اصلا دادگاه شما رو نمیذاره صحبت کنی، میگه وکیل داری؟ He will represent you، یعنی اون میاد به وکالت شما صحبت میکنه. حالا صحبت از این آقا شد، من یه بار دیگه تبلیغ مجانی برای این آقا میکنم. شما ببینید، واقعا برید نگاه کنید، مصطفی اسکندری، والا به خدا ما 2 سال سربازی کردیم، لباسمونو میشستیم، پن میکردیم، محکم میتکوندیمش که صاف وایسه.
نه اتوشویی میبردیم نه چیزی. خیلی میخواستیم چی کنیم، میذاشتیم زیر رخت خوابمون یه کمی صاف بشه. شما آقای اسکندری عزیز تو آمریکا زندگی میکنی، بعضی جاها 99 سنت میگیرن، پیرنت میشورن، اتو هم میکنن، شیک بهت میدن. وقت پیرنت هم وقتی میشوری دوباره مثل روز نو میشه. بستگی داره چقدر استارچ بهش بزنی. من از استارچ خوشم نمیاد، چون فکر میکنم پیرنه میشه مثل پلاستیک، مثل مقوا. یا بهشون میگم نو استارچ، یعنی اصلا نزنید. آهار میگفت، چی میگفتن به اون تو ایران؟ یا لو استارچ. حالا بگو گرون شده، شده 2 دلار. شما دوستان نگاه کنید، آخه نکنید والا. یه من امروز اینجا خیلی گرم بود، به شدت گرم بود، ولی گفتم دیگه حالا دوستان میبخشن، ما بدون کراوات و بدون پیرن میان با این تیشرت های اینجوری. ولی شما نگاه کنید دوستان، من کمرای سیر رو بهتون نشون بدم. این آقای اسکندری میخواد من و شما رو از دست آخوندها نجات بده. ای کاش اون روز فرصت شده بود که من با ایشون یه صحبتی میکردم، بپرسم ببینم ایشون اولا طرفدار، یعنی دنبال رو رضا پهلویه یا نیست. اگه هست خب آقا دیگه شما قرار نیست کاری بکنید، شما باید هم و غمتون رو بذارید در پخش صحبت‌های گوهربار ایشون. حالا ببینید ایشون چی میگه. امیدوارم ما رو بعدا یوتیوب و فیسبوک اذیت نکنه. اولا خب میگن سعدی گفته تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. من سالها پیش این شعر رو اینجوری خوندم، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. نگاه کنید درست همتون از بخرد. من در این تاریخ میخوام پیشنهادی بسیار ارزشمند و جالب خدمتون معرفی بکنم که با دیدن منهدم شدن یک بادکنک به ذهنم رسید. عزیزان پیشنهاد میکنم برای تخریب و نابودی همه نوع لوله های نفتی و آبی و گازی که در دسترس ما نیستن، پالایشگاه های نفتی و گازی رژیم در جنوب، خوزستان و هر جای ممکن، منازل مسئولین رژیم، خود حتی بیت رهبری، مجلس و یا جاهایی که میگم در دسترس ما نیستن، از طریق این بادکنک های هلیومی و گازی که میشه باشون یه دو. خب حالا خودتون دیگه بعد برید نگاه کنید. اینم تبلیغ مجانی ما برای این آقای مصطفی اسکندری. اولا آقای اسکندری، کسی که یه پیشنهادی داره خودش نمیگه این پیشنهاد من خیلی جالبه، میگه من نشسته بودم اینجا یه سیگاری هم میکشیدم، شاید هم یه سیگار بنگ بوده، نگاه کردم بالا دیدم تو پارک یه بچه‌ای بادکنک رفت بالا مثلا گرم کشت و تقی ترکید. بعد گفتم به به، یافتم یافتم، با کون پتی شدم ارشمیدس، از حمام آمدم بیرون. آخه عزیز برادر، من چند تا بادکنک برم بخرم، بعد شما میگی کوکتل مولوتوف رو ببندیم به بادکنک ها، با یه بند بفرستیم بالا. شما اصلا تو زندگیت کوکتل مولوتوف دیدی؟ رفتی رو اینترنت نگاه کنی کوکتل مولوتوف، یا اینجا میگن مولوتوف کاکتیل، کاکتیل یعنی مخلوط، مثل مشروب که کاکتیل درست میکنن. ایچون دوتا چی مخلوط میشه؟ بنزین و صابون هست و یک شیشه، یه فتیله میزنن سرش. این فتیله رو که آتیش میزنن مثل نارنجک یه زمانی داره، زمانی که این برسه به اونجا و اون شما پرت کنی بخوره زمین بشکنه. این که خورد زمین بنزین و صابون و هرچی شکست و اینها، اون وقت اون آتیشه این آتیش میزنه. آخه مرد حسابی، شما با این ویدیوهات هر روز بیشتر داری من رو میبرید به اون نزدیکتر میکنید به اونجایی که من فکر کنم شما یک دیوانه هستی. و اونی هم که اولین ویدیو تو دیدم یه جایی نشون دادی، اول میگی من زندانم، بعد میگه البته زندان نیست، من هر وقت بخوام میتونم بیام، هر وقت خواستم میتونم برم. خب چیه؟ یا آسایشگاهی هست؟ آخه میگفتی چیه؟ دوستان کارامون خیلی خرابه،
کارمون خیلی خرابه. من دیگه کم کم دارم میرسم به اونجایی که درست شدنی هم نیست. من یه چیزی بندازم رو اون بالایی، دوربین بالایی نگاه نکنم که بله، دارم میرسم به جایی که درست شدنی هم نیست. خب آخه آقا شما چه سابقه فعالیت داری؟ خودت بیا از خودت بگو کی بودی، کجا بودی، در کدام ارتش، در کدام نمیدونم گروه عملیاتی خدمت کردی، کار کردی، تجربه داری. آقا به این سادگی نیست که شما میگی. خب حالا اینو ول کنید، شما بیاین بریم صفحه آقای فرامرز دادرس، یا تو صفحه خودم هم هست، تو صفحه خودم هم این آقا رو گذاشتم. یک جوانیه، چقدر قشنگ این جوان صحبت میکنه. وقتت بخیر عزیزم آتیلا. یه نفر داشت این برنامه های مدرسه و برنامه های کلاس های مجازی روی اینترنت نشون میداد. پسره گفت خانم معلم صبح بخیر. مادری زد تو سرش گفت پدر سوخته، از صبح تا حالا بهت گفتم بیدار شو، الان بعد از ظهره، دیگه لازم نیست بگی صبح بخیر، ظهر بخیر، بگو اوقات بخیر. خیلی ممنون که شما میگید وقت بخیر. ممنون از شما. خب آقای آتیلا، شما اومدی، دوست دیگه اون بابو اومد، اینا رو دید، این جوون، نظرتون راجع به این جوون چیه؟ من فکر کردم این مال فرهنگ ایران یا هر جایی، بعد دیدم نه، آقای فرامرز دادرس صفحش اسمش فرهنگ ایران هست. دوستان دست شما هم ریش میشه، این چقدر واقعا درد میگیره. این سعدی هم شهری ما گفت چه عضوی، من همیشه ناخونگیر اینجا دارم، تو ماشین دارم، توی حمامم دارم، چون اگه اینجوری باشه من تا صبح خوابم نمیاد. اصلا وقتی نگاه میکنی این یه میلیمتر هم نیست که حالا یا ناخونت ریش شده یا دست درچ. نگاه کنید این جوون رو من به شما نشون بدم دوباره، چقدر روون صحبت میکنه، چقدر قشنگ صحبت میکنه. ولی ای کاش میشد با این جوونها، بعضی ها میگن گفت و شنید، بعضی ها میگن گفتگو. گفتگو بعدن معلوم شد که غلطه. گفتگو یعنی یه کسی که هی گفت میکنه گو میکنه، گفت میکنه گو میکنه، همه ایرانی ها. بعد شد گفت و شنود، یعنی این سربی اگه یه حرفی میزنه وای میسه ببینه آقای آتیلا دوستای دیگه هم چی میگن. از اکبری یه دو روز خبر ندارم، امیدوارم حالش خوب باشه، امیدوارم سفر رفته باشه، الان توی اروپا فصل مسافرت. و این جوون ببینید چقدر قشنگ صحبت میکنه، ولی سوالایی که میکنه، خب از کی سوال میکنه؟ از مردم که سوال نمیکنه، از رضا پهلوی سوال میکنه. یکی باید به این بگه تو رضا پهلوی رو قبول داری؟ بهش وکالت دادی؟ اگه وکالت دادی تو لیت، خیلی دیر شده. چون خودش توی همین صحبتاش میگه مگه الان شما دلتون نمیخواست که ما یه زمانی میتونستیم این صحبت، این پرسشا رو از اونایی که انقلاب 57 رو در فکرش بودن بپرسیم. گوش کنید. رفقا مخلص، قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم فقط یه خواهشی دارم، اونم اینه که بدون تعصب ویدیو رو. خب اولا شما ویدیو رو شروع کردی، بگو قبل از اینکه صحبتم رو شروع کنم. دوم، من دوستان دیدید که من همیشه اینایی که میکروفونای گنده رو میخرن و میذارن این بر اون بر فقط برای ژست یا پوز مسخرهشون میکنم. ضمناً صدای این آقا توی این ضبط خوب نیست، شادم بنده خدا وقتی نشسته و ضبط کنه یادش رفته این میکروفونو بیاره جلو و با این میکروفونه. در هر صورت اینقدر قشنگ صحبت میکنه که با وجود بد آدیو، یعنی صدای نامفهوم، ولی حرفاش مفهومه. خب ایشون میگه قبل از این که من بیا اول میترسه، میگه بابا گوش بدید ببینید من چی میگم، هدفم هم انتقاد نیست. آقا این چه حرفیه؟ این انتقاده، انتقاد سازنده است. شما بگو امیدوارم. اون طرف اسکندری میاد میگه من یه پیشنهاد عالی دارم، مرد ناحسابی میگه نمیدونم بند ببندین، بفرستین لوله های، مثلا من از تهران بند ببندم، بالون ببندم، کوکتل مولوتوف بفرستم، لوله های گاز آبادان رو منفجر کنم. آقا این رفت بالا، من چجوری اینو بیارم پایین؟ خلاصه گوش بدید.
من تو این ویدیو قصد نقد کردن به هیچ وجه ندارم، فقط و فقط دارم سوال میپرسم و امیدوارم کسایی که مخاطب این ویدیو من هستن به این سوالات جواب بدن. ما اصلا واسه چی داریم میجنگیم؟ ما واسه چی داریم مبارزه میکنیم؟ ما واسه چی این همه پشت دادیم؟ خب سرک کن، شما میگید اونایی که مخاطب ویدیوی من هستن، خب یکی از بیننده های شما این سوربیه، سوربی مغزش فندقیه، نادانه، باید شیر فهمش کنه، به زبون ساده باید خر فهمش کنه. مخاطب شما کیه؟ بگو من از رضا پهلوی سوال دارم، از نمیدونم فلانی سوال دارم، از فلانی سوال دارم، ولی شما که تو خیابون راه نمیری به همه جا بگی آوی مردم من چه کار میکنم. برید اینم نگاه کنید، تو صفحه من هست، توی مردم تیوی هم هست، مردم تیوی فیسبوک، توی صفحه آقای فرامرز دادرس هم هست. و عجب بازار معرکه شده، چی میگفتن محشر خر شده، محشر کبرا شده، چی میگفتن. خب بذار ما برگردیم ببینیم اینجا توی فیسبوک دوستان هستن نیستن، چه میگوین و الی آخر. دوستان ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو برای دوستان خودتونم شیر کنید. و یه چیز دیگه که دیدم، دوستانی که همه الان روی یوتیوب و این ورور برنامه دارن همه گله میکنن که سابسکریپشن کمه، لایک کمه، اینها. خب یه دلیلش تابستونه که مسافرت میرن، یه دلیلش من هفته پیش یه نفر افشین از تهران برای من یه چیزی فرستاده بود، من مجبور شدم برم روی تلگرام و دیدم تلگرام چجوری از اون آب و تاب افتاده و آمده پایین. خب ببینیم این دوست ما آدرس فرستاده، ادیز این اوکی، بذار برش بندیسم آدرس رو گرفتم. یه نفر یه چیزی خریده، گفت من بیمارستانم، اگه میشه برم خودت دلیور کن. میگم باش، چشم، کار خوبیه دیگه. آدم به جایی که بگه باید $30 بدی تا من بیارم، یه کاری انجام بده دیگه، اونم خوشحال میشه. شما فکر کنید بعض وقتا خوشحال کردن یه نفر چقدر بعض وقتا گرونه. باید برای یکی انگشتر الماس بخری، برای پسرت ماشین بخری، برای دخترت نمیدونم قصه خونه بدی، یه چیزای اینجوری تا یکی خوشحال بشه. ولی یه کار ساده انجام میدی، یک همین طرف این چیزا رو خریده، بعد گفته من نمیتونم بیام ببرم، رفتم بیمارستان، شما میتونی برای من بیاری؟ گفتیم باشه، حالا امیدواریم نریم اونجا سرمونو ببرن. اینم از و اما اول برنامه ازتون پرسیدم به نظر شما شکم یا معده باهوشتره یا مغز؟ همه تون حتما گفتید مغز، ولی نه، شکم میگن باهوشتره، چون شکم وقتی گرسنه میشه به شما خبر میده، وقتی خالی هست به شما خبر میده، در صورتی که مغز وقتی خالی هست بهتون خبر که نمیده هیچ، تازه بهتون اینفورمیشن غلط هم میده که برو آقا خوش باش تو از همه بیشتر میفهمی، مغزت هم از همه پرتر شد. اینه این آقای رامین اعتبار همشهری منه، متاسفانه طرفدار سلطنت. این نمیدونه که آقای رامین اعتبار، همون شما، پدر شما، رابطه‌ای که تو ایران تو شیراز داشتید باعث انقلاب شد. حالا شما نگهدارید اینجا جیغ و فریاد میکنید که دانشجو بودید اومدید آمریکا مجبور شدید کار کنید، ولی اونایی که توی دانشگاه بودن $2 یک کوپن لانچ نهار میگرفتن میرفتن میخوردن، بعدش هم میشنستن سیگار وینستون 4 تومن و 5 زار میکشیدن. امکان نداره یه زمانی سیگار وینستون 45 ریال بوده باشه و خوراک دانشگاه 2 ریال. هر کی فکر میکنه من اشتباه میکنم، من حاضرم $100 باهاتون شرط بندی کنم. خود من میرفتم دانشگاه پهلوی 15,000، بعضی وقتا بعضی چیزا 2 تومن به اصطلاح یک گوپن میخریدی، حالا بعضی وقتا دوستا مثلا داشتن اضافی میدادن اینا بمانه، ولی 2 ریال لابد برمیگرده به عهد قجر بمانه. این دوستان مثل آقای رامین اعتبار ای کاش میرفتن دنبال علت و معلول. آقا اولین کسی که رفت به دولت گفت بیاین به این آخونده حقوق بدیم، شهریهشون رو پرداخت کنیم، شهریه میرفت تو جیب کی؟
شهریه آخون میره تو جیب کی؟ میره تو جیب حوزه. میره تو جیب کی؟ میره تو جیب آخون ملاشو. بعد به اینا حقوق میدادن. آقای رامین اعتبار کاکو جون، تا کی واقعا شما میخواین دوگم باشین، بت پرست باشین؟ البته خب فعلا خدایی هم نیست که ما به شما بیان بگیم بت تو بشکن بیا این خدا رو بپرست. هر کی هم میاد میگه آقا بت تو بده، بیا بتی که من میپرستم بپرست. ولی عزیز من، اگر شاه عاقل بود، دانا بود، اسلام پناه نبود، به این روز نمی افتادیم. اگه شاه افتخارش این نبود که حرم امام رضا رو از یه خرابه ببین چه کار کرده، اگه شاه مستقیم و غیر مستقیم به این و اون نمی گفت که با خدا در رابطه هست، به این روز نمی افتادیم. آقای رامین اعتبار، آقا دیگه علم، علم که دروغ نمیگه. بیا این شاه روانی، عکس من برات نشون بدم اینجا، بفهم. مردی که به اوریانا فالاچی گفت که من از خدا و فلان چی میگیرم، چی میگن؟ الهام میگیرم، میگفتن وحی میگیرم. بعد انقلاب اون انگلیسی ازش پرسید خب شما که همیشه گفتی من با خدا و پیر و پیغمبر و امام همرم بودا، این تو کلابی که ایشون بود، آخه شاه هم میدونید که لوات و نمیدونم ارنست پرون و فلان اینا، ایشون هم از سوئیس یاد گرفته بود، حالا شاه هم از همین دربار اینجا یاد گرفته بود رفته بود اونجا. یعنی شما فکر نکنید فقط این آخوندها کونه هم میذارن. اولین عروسی همجنسگراها در ایران شما میدونید کجا انجام شد؟ تو کاخ. آقای احمدعلی مسعود انصاری رو یه بار ویدیوهاش اگه نگاه کنی، میگن یه مهمونی گرفتن، همه دعوت شدن، بعدن دیدن عروسی دو تا مرد اونجا با هم. ببینید پهلوی به روایت علم، من مأمور خاص خداوند هستم، جز مأمورای عامم نیست، نمیخواد جز اون 124,000 تا باشه. ایشون تک بوده، نخبه بوده، کسی که نتونست دیپلم بگیره تو سوئیس. بعد باباش از عصبانیت بهش گفت بچه تو باید بری درس نظام بخونی، ولی پارتی بازی کرد، فرستادش دانشکده افسری، به جای بفرستادش مدرسه نظام فرستادش اونجا. حالا هی میگن دکترا داشته. آقا این دکترا رو آقای سمدانی اینجا خواست به من بده، من نگرفتم. اسدالله علم نخست وزیر، وزیر دربار و معتمد شاه، اینا یار غار همدیگه بودن، اینا جندبازی هاشون با هم بوده، همه کاراشون با هم بوده. در خاطراتش نوشته است شاهنشاه معتقد است خداوند او را مأموریت خاص برای عظمت ایران دارد. کتاب مأموریت برای وطنم، شما میدونید همه فکر میکردم کی مأموریت به این داده، انگلیس، آمریکا؟ نه، این مردک فکر میکرد خدا بهش مأموریت داده. چقدر خوب مأموریتش اجرا کرد. و بنابراین دست بشر قادر نیست با او لطمه بزنن. شواهد امر هم چنین نشان میدهد. منبع خاطرات علم جلد 7 صفحه 214 15 اسفند 1346. 11 سال قبل از انقلاب آقای رامین اعتبار شاهنشاه شما اینجوری فکر میکرده و میگه قادر نیست هیچ کس هم بهش لطمه بزنه. خب میدونید یه تیر زدن اینجاش، حالا بدبخت هول شده بوده، اسلحهش بد بوده و هرچی به این نخور. این میگه خدا جلوشی گرفته. خب حالا که اینجا هستیم و این روزا هم راجع به آخونده و اینها حرف و بحث و اینا گفته زیاده، این یه آگهیه. من اتفاقا میخواستم اگه بشه در حین برنامه زنگ بزنم، ولی خب الان دیگه الان دیر موقع است. البته به قول یکی از دوستان که یه فیلمی پر کرده بود، گفت اومدیم اینجا اینا روز کار میکنن، گفت نه اینا در حقیقت شب کار میکنن. مژده برم شهریان گیلانی، الان اوضاع گیلان خیلی خوب شده، از قزوین زده جلو دوستان. ولی این خانه عفاف فخر، تنها خانه عفاف خانه عفاف درست یا عفاف عفاف مثل عفت دیگه از کلمه عفت، خانه عفاف قانونی در استان گیلان با مدیریت و مشاوره خانواده ارشامی دارای مجوز شماره فلان، کلیه بانوان دارای کارت سلامت می باشن،
از پذیرش آقایان متأهل معذوریم در محیط امن و آرام ساعت پذیرش 14 تا 24 از 2 بعد از ظهر تا 12 نیمشه. لطفا جهت پذیرش از قبل هماهنگ کنید. تعیین وقت این جالبه که شمارش هم فکر آقای شارق احکامی گذاشته، شمارش هم اینجا هست. یه دوستی که تو ایرانه زنگ بزنه بگه اینم درسته یا واقعا خواستن یه کسی رو اذیت کنن شمارش رو گذاشتن که مشتی مزاحمشون بشه، و نظر شما چیه؟ چون یادمه چند سال پیش در همین کانون دوستداران فرهنگ ایران در ویرجینیا، میدونید اینجایی که من هستم 20 دقیقه با کاخ سفید فاصله داره، اونجایی که خانه به اصطلاح مدرسه بود که کانون ایرانیان بود 15 دقیقه که الان دیگه همه محرماشون از طریق زوم انجام میشه به خاطر کووید. یک کسی در واشنگتن و خود آقای دکتر محمد برقعی راننده تاکسی بود که از صبح تا شب تو واشنگتن بود، احتمال زیاد ایشون با مسافرهای آمریکایی هم همش به اصطلاح در حال جر و بحث و این چیزا بوده. یکی از دلایلی که دوستان وقتی میرن راننده تاکسی میشن دیگه بر نمیگردن برن یه شغلی پیدا کنن، یکی از این پول کش هست که میگیرن که الان دیگه اونام خیلی کش نیست، یا اونایی که تو رستوران کار میکنن، و یکی دیگه اینی که همش دارن با مردم کل کل میکنن، مثل سلمونیا هست، معمولا هم سلمونیه حرف میزنه، اونی که زیر تیغشه حرف نمیزنه، مثل دندون پزشکا هست دیدی همش حرف میزنه، دام درنت بازه میگه منم میخوام حرف بزنم. ران تاکسی هم همیه، شما که میشینی اون به اصطلاح چون سکان کشتی که نه فرمان ماشین دستشه، میکروفون هم دستشه، هرچی دلش میخواد بگه. این آقای برقعی در یه برنامه در کانون اومد و یه جورایی این صیغه و خانه های عفاف و اینها رو اوکی میدونست، میگفت برای همون جوری که توی آلمان چی بهش میگن یادم نیست، ولی اینجا میگن هور هاوس، اینجا مثلا تو لاس وگاس و اینا هست، اصلا تبلیغ هم میکنن تو کنار خیابون هم تبلیغ میکنن، هور یعنی زنان تنفروش، پراستیتوت، هاوس هم که یعنی خونه و همون جندخانه. آقای چیز میگفت که همینجوری که تو کشورهای پیشرفته اینا به این رسی رسیدن، نمونه بارزش هلند دیگه، نه نیدرلند، هلند که اصلا اون خیابون قرمزش اصلا توریستا هم میرن نگاه میکنن. و نمیدونم نظر شما چیه. این یکی، اینم زن مرد. آهان، اخیراً دیدم باز آقای رامین اعتبار این عکس رضا کی بود، رویان بود کی بود که شعر الله الله خونده بود، فردا که بهار آید صد لاله به بار آید، و بعد خانم جوونی گرفته بود، اتفاقا خانم جوونم شیرازیه، ولی خانم جوون تیپا زده و کردش بیرون و فرستادش خانه سالمندان، و بعد اونجا وایساد گریه و زاری، و دوستاش اومدن از خانه سالمندان آوردنش بیرون. فکر کنم رضا یه چیزی اینجوری آدانو، ولی نگاه کنید این تو ایران اصلا رسم شده. حالا این مرد حسابی هم، آقا شما گرفتی یه زنی گرفتی از خودت 30 چند سال جوان تر، حالا ریشت هم رنگ کردی، موت هم رنگ کردی، ولی اگه ریشتو بزنی و موهات کوتاه کنی جوان تر به نظر میرسی، ولی من دلم میخواد تو مغز اون زنه بفهمم چیه که میاد با یه همچی کسی ازدواج میکنه. پول، شهرت، چیه؟ مثلا یکی هم خب اومده با آقای بیژن مرتضوی ازدواج کرده، خب این که نمیتونه برد همیشه شب و روز ویالون بزنه، یا یکی میاد با یه خواننده پیری ازدواج کنه، یه خانم جوانی با عارف ازدواج کرده، اینا تو چی فکر میکنه؟ فکر میکنن میایم ازدواج میکنیم این بعد چند سال میمیره پولاش به ما میرسه؟ معمولا اینا هم که پولا رو به اصطلاح وصیت کردن، و اون همون رضا نمیدونم چیان بود، اگه کسی اسمش رو میدونه من بگه، پولاشو گویا داده بوده بچه‌هاشو اینها، بعد این خانم دید خبری نیست، گذاشتش سر راه. و بخونم ببینم این کی بود این آقای، حالا که عکسش نشون دادیم، نوشته سارا صوفیانی و امیر حسین شریفی
و میگه که سارا ناز پرور صوفیانی متولد 26 فروردین 1364 صادره از مشهد، وی تنها دختر و فرزند آخر خانواده میباشد. یعنی شما دیگه بیایید تحت و غاریتو بدی به یه پیرمردی که احتمالاً از باباش پیرتره، خیلی خرید. البته این روزا که دخترها به حرف پدر مادرشون نیستن، چون خودش ازدواج کرده، به نظر من خیلی خره. اونایی هم که میگن عشق سن و سال نمیشناسه، من حالا چون نشستی داری میگی بهت نمیگم خیلی خرید، ولی به نظر من خیلی خیلی خرید. خب این هم از این. با جنابهای آخون که بهش گفتن، به یکی گفتن چرا ازدواج نمی کنی، گفت هنوز با جناب مورد پسندم رو پیدا نکردم. آقای امیر حسین لادنی مقاله نوشتن که اونم رو فیسبوک من هست، و توی این مقاله نوشتن که نظرسنجی که در ایران انجام شده یا از ایرانیان انجام شده 81%، بذارید بهتون صفحه رو نشون بدم که اشتباه نخونم. بعد دوستان حتی به اینجا زنگ زدن که آقا خوب وقتی یک کسی میگه نظرسنجی، باید بگه این سازمان نظرسنجی کجا، که ما بفهمیم با یک جای معتبر داریم به اصطلاح استناد میکنیم یا یه جای علکی رو بیخواد. بله میگه بله، لایک زدن یک جور اعلام توجه کردن است. نه آقای آتیلای عزیز، به غیر از اینکه چیز میکنی، این الگوریتمایی که به اصطلاح عدد و رقمایی رو که یا فیسبوک یا گوگل یا یوتیوب یا اینستاگرام اینا چی میکنن، اونا بر اساس این، مثلا امروز برنامه من مثلا میگن که او سوربی چطور شده 3 نفر لایکش کردن، اینو برای 4 تا دیگه هم میفرستن. دیدید شما وقتی ویدیو نگاه میکنید این کنار چند تا ویدیو دیگه هست، اونایی که همه پول ندادن تبلیغ کنن، اونایی که دیگران که لایک کردن، یه اینا یه شماره های دیگه هم دارن، میفهمن اشتیاق شما به دیدن چه برنامه‌ای هست. مثلا شما اگه همش برنامه های آهنگ و موزیک تون نگاه کنی، اونا آهنگ و موزیک تون براتون میفرستن. خلاصه این چیزا هست، ولی من حقیقتا دیگه از عهده اینا بر نمیام. مثلا میدونم یه جایی میگه شیر کن، یه جایی میگه تک کن. یه دفعه ما یه چیز درست کردیم، تک کردیم برای 50 نفر، بعد دیگه هر روز یک میگه آقا این دوست شماست، مزاحم من شده. فلان میگفتم آقا ولمون کن، مزاحمت شده؟ واقعا راست میگی؟ دیلیتش کن، بلاکش کن. حالا چه دوست من باشه، دوست من نباشه. بعد منظور از دوست من یعنی چی؟ امروز آقای افشین نریمان بنده خدا، جوانی که چند سال از من جوانتره، مثل پسر منه، من با اینا 20 سال 22 سال پیش یه سال کار کردم. خسرو رنجبر، افشین نریمان، داریوش، فامیلیش یادم نیست، 2-3 تای دیگه هم بودن. خب آقای افشین نریمان وقتی میره اون فیلم آپازیت یا پارازیت نمیدونم چی چی رو پر میکنه، این یه هفته میره زحمت میکشه، استرس میبینه، این خبره رو تا میاره یه خبر جدید میاد میره. حالا امروز آقای چالنگی نوشته برای مغزش که سکته کرده احتیاج به پول داره. خب من روم نشد بگم این که این همه طرفدار مجاهدا بود، این که شوهر خواهرش مجاهده، خواهرش مجاهده، نه از مجاهدا کمک بگیره. مجاهدی که 25,000 دلار میده به آقای کندی، یه پولی بده به ایشون، اصلا اونا رو بریز دور. این که اینقدر زحمت کشیده، خوشحال این همه سابسکرایبر داره، فالوور داره، امروز بگه آقا من 40,000 دلار طلب بدهکار میشم به بیمارستان، 40,000 تا فالوور دارم، نامردا، خوش غیرتا، با غیرتا، بی غیرتا، نفری 1 دلار بدین. همه چیمون خرابه. حالا اومدم براش گوفاندمی باز کردن، اینم به شما دارم میگم، نریمان، افشین نریمان، بذارید اگه بشه عکسشم بهتون نشون بدم، اگر توانایی دارید کمک کنید و ببینیم که چه می شود. اینجا یکی دیگه فیسبوک بیارم. بله من می ترسم یه صفحه فیسبوک باز کنم و مثلا این صفحه خودمونه که حالا داریم برنامه پخش کنیم ببندیم، از بس من نمیدونم سیستم اینا چجوریه. آقا فیسبوک الان از صفحه شخصی می خواهی بری صفحه بیزینس، این صفحه رو می بنده. آقا شاید من بخوام از صفحه شخصیم یه چی کپی کنم بیارم اینجا، خب بذار دوتاش باز باشه.
یا من میگن یکیش حقیقیه یکیش حقوقیه فلان. بیا اینجا براتون میزنم افشین نریمان. از هفته قبل خب نگران بودیم که این بنده خدا چیز باشه به اصطلاح افشین نریمان، یکی یا دوتا هم اسم نید. این ها اینجا هست، مو پارسی. بله آقای مو پارسی هم گفته که دوستانم بیان کمک کنید، به اصطلاح حالش داره مثل که جراحی چیزی لابد بوده، یا همین شما پاد برسی بیمارستان بیای بیرون $30,000 خرجت میشه. بذارید من اینجا اینو نشون بدم، افشین نریمان. زدم افشین نریمان، یه 20 صفحه اومد اینه. این آقا برنامه درست میکرد، همه بهبه و چهچه و یه عده مفتخورم میمدن تو برنامهاش حرف میزدن میرفتن. ولی بذارید من ببینم که خانم دکتر زنوسی چی میگن. حال من حال اون اعدامیه که آگه سیده. خب تاریخ اعدام محمد حسین واریزی از طریق زل با قید نام محمد حسین دونک بای زل سیف فلان. این هفته پیش من یه برنامه گذاشتم روز یه شنبه و متاسفانه برنامه ای که آقای خلیلی اجرا کرده بود با خانم دکتر زنوسی هنوز روی یوتیوب نیذاشتن. ما هم دیگه گفتیم که خب ما در حد توانمون میتونیم هی بپرسیم و اینها. بله ببینید دوستان، صفحه GoFundMe، اونایی که آشنا هستن با این صفحه من اینجا بهش نشون بدم. اینم ابتکار یه نفر بوده که این صفحه رو درست کرده، تا الان هم 18,000 خورده جمع شده. البته ببینم گلشون چقدره. بله گلشون خیلی ها، من حد زدم همین $40,000 باشه. والا من اگر بخوام جمع کنم 18,000 هم کسی برای من نمی جمع نمی کنه. حالا افشین خیلی لاکیه که به اصطلاح $18,323 تا حالا جمع شده. میگه شیر کنید با دیگران، دونیت نم. اینم عکسای بیمارستانشه. بیمارستان شما وقتی یه شب میری میخوابی از گرونترین هتل ها به اصطلاح از شما بیشتر پول میگیرن. وقتی هم میای، حالا تازه اول نامنگاریه، اون روز بود اومدی تو بیسمنت ما یه عکس ازت گرفتیم، ما دوتاش شارژ کردیم سبتاش شارژ نکردیم، حالا انقدر بده دوباره روز از نو روزی از نو. بله برگردیم به اون. ما میخواستیم نوشته آقای لادن رو به شما نشون بدیم و توی همون صفحه هم نظر دوستان رو بخونیم. دوباره اینو ما خاموش کنیم. خیلی تنبل شده من، نه این روزا دیگه دیر به دیر برنامه میذارم. خب ببینید این صفحه خود من هست، سوربی. بعد صفحه مردم تیوی هم تقریبا من اولا جدا میکردم، ولی الان چیزایی که میبینیم آقا پسرم گذاشتم اینجا که اسمشم نمیگه، البته آقای فرامرز داده است نشته. بد نیست که به پرسش های این جوان پاسخ داده شود. آقا عزیز من، از من که نپرسیده، ولی با همه اینا من جواب دادم. نوشتم که ایشون خب سوالش از کیه، بعدم ازش باید بپرسیم ببینیم ایشون آقا رضا رو وکیل خود دانسته یا نه. اگه وکیل خود دانسته خب حالا همین میشه. آقای رامین اعتبار نگاه که عزیز من، ما کار نمیخواستیم اینو بگیم ولی حالا اومدیم دیگه. بذار ببین select area. اوکی اینجا رو اینجوری میکنیم. ببینید بله، حالا ببینید این شاه شما پیشنهاد پرداخت شهریه به طلاب توسط شاه، یعنی شاه رفته به اونا پیشنهاد کرده ها، نه آخونده بیاد. حاج محمد از هرچه از روشنفکر و دانشجو آدم های درست حسابی متنفه بود، عاشق طلاب و حوزه ها بود. یعنی یک آخوند که میدید یک جورای خرکیف میشد. از آیت الله بروجی درخواست نمود اجازه دهید که اون مبلغی به عنوان شهریه در اختیار طلاب قرار دهد. آخه مادرش خان کرم بود، بداد از پس پیش، از جیب کی میبخشید؟ اینجا بود که مصدقی که تازه خودش هم مذهبی بود به این گفتون آقا تو نباید حکومت کنی، باید سلطنت کنی.
حکومت باید دست نخست وزیر و دست به اصطلاح نماینده ها باشه. خب آقای نعمت الله چیز امیر نعمت الله گفته من اینها رو من مقصر نمیدانم، ایرانی هایی که در زمان قدیم و حال با این تجاوزگران همکاری میکنن، خب آقا دیگه اون بیعتش گذاشته بوده. اینم برنامه این من نوشته آقای لادن رو، بله اینه، ببینید دوستان آقای لادن نوشته این نوشتن در گویا مردم در ایران چه میخوان، امیر حسین لادن، مردم در ایران چه میخوان. توی این نوشته که در گویا در خبرنامه گویا به چاپ رسیده به اصطلاح استناد میکنن در پاسخ به پرسش جمهوری اسلامی آری یا نه 81% از پاسخ دهندگان. اولا آقای لادن این پرسش کدام نظر سنجی بوده، کدام اداره، کجا، روی اینترنت، روی من میدونید باید اینو این بالا بنویسید. بعد تعداد پاسخ دهندگان چقدر بودن، شرکت کنندگان چقدر بودن. ایشون نشنن 81% پاسخ دهندگان به جمهوری اسلامی نه گفتن، 99% از پاسخ دهندگان خارج از کشور به جمهوری اسلامی نه گفتن. آخه اینا فایده ای نداره، شما بگو 100%، خب الان میخواین چیکار کنین؟ من یه بار بهتون گفتم دوستان، یه برنامه بود، یه خانمی از ایران اومده بود، من با آقای آذر بهکام، با آقای بهکام آذر سامتین، هیچ خبری هم ازش نیست، نگرانم، نمیدونم این بنده خدا کبدش چیز کلیهشو عوض کرد از بین رفت مثل آقای مصطفی یا عاقل شد و از بین ایرانی ها رفت بیرون به تعارف. یه خانم زنگ زد که آقای بهکام این آقای سربی که اینجوری میگه ایشون از ایران خبر نداره. حالا گوش کنید، طرفدارای رضا پهلوی هر سال میرن ایران، این خانم میگه که هر سال میره ایران و همین الان که از ایران برگشته تمام ایرانی ها طرفدار رضا پهلوی. من گذاشتم خوب حرفاش که زد، این آقای بهکام شاگرد داداش بزرگ من بوده توی دانشگاه واشنگتن، گفتم آقا بهکام شما هم رشته فیزیک و ریاضی اینها خوندی، هم به نظر من آدم منطقی هستی. آقا خانومه مثل که گفت 90%، 90%، اون موقع حالا جمعیت 60 میلیون بود، گفت آقا 90% 60 میلیون میشه چقدر؟ 54 میلیون. این خانومی که معمولا این خانومای سلطنت طلب همه پلنگ و سلطنه و اینها هستن، با وجود که رضا شاه گفت آقا این پسونده و پیشبنده رو استفاده نکنید، تا میشدن زن یه سرهنگی میشدن خانم سرهنگ، تا میشدن زن یه دکتری میشدن خانم دکتر، اگرم هیچی نبود پدر بزرگشون آفتاب بیار قاجار بوده، حالا اینا همینجور پلنگ و سلطنه هستن. گفتن این خانم پلنگ و سلطنه در این 4 هفته‌ای که ایران بوده بنویسه برای من، از روز اول که رسید صبحونه کجا مهمون بود، ظهر کجا مهمون بود، شب کجا مهمون بود، دوباره فردا چجوری تونسته با 90% 60 میلیون میشه 54 میلیون، چجوری تونسته نظرخواهی کنه با 54 میلیون ایرانی. میدونید بهکام چی گفت؟ شروع کرد به خندیدن، گای سوربی هم من میدونم هم شما میدونید که این خانم علکی گفت. گفتم پس بیننده های شما علکی حرف میزنن، شما ساکت وای میسی؟ آخه نکنید این کارو. حالا آقای دادرس ای کاش این آقایه که اومده به این قشنگی صحبت میکنه، به این راحتی صحبت میکنه، بیاد بگه آقا سوالاش از کیه، تا مردم هی این سوالا رو منتقل کنن، تا یکی میخواد بیاد حرف بزنه بگه آقای حامد اسماعیلیون این از تو داره سوال میکنه، آقای رضا پهلوی این از تو داره سوال میکنه، ولی سوربی که نمیده همچی شکری بخوره. پس ما نباید جواب بدیم آقای دادرس، طرف مخاطبش خودش میگه، میگه من خطاب به شما میگم. اونا هیچ کدوم جواب بده نیستن، جوابگو نیستن، و ما میگیم خامنه ای دیکتاتوره، همه دیکتاتوره، همه میگن ما شغلی داریم ولی جواب نمیدیم. خب این که نشد که،
یعنی چند مدت پیش آقای صرافپور بود چی بود از چیز بلاکش کردم، گفتم آقا شما یا دیوانه ای یا فراموشی داری، چون باید دیوانه باشه که یه آدم دو شخصیتی و چند شخصیتی رو به عنوان رهبر خودت قبول داری و میگی این همه چی میدونه. خب اگه این همه چی میدونه همه برن خونهشون، رئیس جمهور ایران بره خونهش، نخست وزیری که نداریم الحمدلله فرستادنش خونهش راحت، سه قوه برن خونه، نماینده برن بیرون، این آقا نشسته اونجا هر غلط دلش میخواد بکنه و تصمیم بگیره، بعدم ماکسیمومش میاد میگه جام زهر نوشیدم. و خمینی نبود، رفسنجانی جاکش اونم حتما کونی بوده، اونم حتما ملیجک خمینی بود دیگه. اون چند سال قبل، 6 سال قبل از جنگ تموم بشه اومد گفت ما به این نتیجه رسیدیم باید جنگ رو تموم کنیم، عربا میخوان خسارت صدام احمق بدن فلان بیسار. خمینی گفت نه، جنگ نعمت است، جنگ تا پیروزی. این همه جوان از دو طرف کشتن. اون وقت آخرش اون چی گفت؟ حالا تازه خانواده رفسنجانی پوفیوز هم از ما شما طلبکاره، این دختر هرزاش چیه؟ پا بده فائزه، ایشون از من شما طلبکاره، ما بهش بدهکاریم. عجب ملت بدبختی هستیم، به رضا شاه بدهکاریم، به محمد رضای نمیدونم همجنسگرا بدهکاریم، به بچه عقب افتادش رضا پهلوی دماغ گنده بدهکاریم، به دختر نمیدونم حرامزاده اون برادرش علی رضا فلان بدهکاریم، همه شدن پرینس و پرینسس و زنی که یاسمینم که اومده طلبکار شده. خجالت بکشین. من نمیدونم یه با وجدان تو فامیل اینا نیست اون بیاد بگی من از این خانواده رفتم و این ایه با داره. این یکی بود پسر داداش شاه بود، پاتریک، علی پاتریک هم چیزی، من دوبارم باش مصاحبه کردم، که اونی هم که از اینا جدا شده هم میگن این دیوونه است. یه دونه آدم تو اینا پیدا نشده. این دوست ما پتیک چند مدت پیش برای آقای آریانپور نوشت آقا فامیل شما با این همه مشکلاتی که داشته این همه دکتر تحویل ایران داده. از اون امیر حسین آریانپور که کتابا و نمیدونم دیکشنری و فلان بیسار اینها، تا خود آقای امیر هوشنگ آریانپور تا دیگران. ولی این خانواده یه روز عکس میذارن کنار دریان، یه روز عکس میذارن زیر پای اون خوابیده، یه عکس میذارن رفته نمیدونم با آقای آموزگار خوابیده، با اون خوابیده. خجالت بکشین، اعصاب ما رو خرد کردین. خب پیشنهاد پرداخت شهریه طلاب توسط شاه، این ماجرای نظرسنجی از کجا؟ به نظر من این ایراد باید بگیریم از آقای لادن، چون آقای لادن اگه مصاحبهاش رو نگاه کنید همیشه با سند، با مدرک، با مراجع رجوع به کتابای درست حسابی صحبت میکردن، ولی این نوشته به نظر من اشکال داره. باید بنویسه اینجا، مینویسه مثلا سازمان نظرسنجی فلان، از اینقدر شرکت کننده این نتایج بیرون اومد، بعد پایینش هم مینویسه 3-4% اشتباه و بالا و پایین داره. اگه اینجوریه خب پس با چیکار کنیم؟ همه فهمیدیم حالا اسلام نمیخوان، آخوندم نمیخوان، حالا چیکار کنیم؟ این 90% همین آقای جوونه که صحبت میکنه واقعا ای کاش اسمش نوشته بودید آقای دادرس، یا وبسایتش اینا رو داده بودید ببینیم این کجاست دنبالش کنیم. یکی از اینا باید بیاد بیرون بگه آقا من 2 سال رفتم فلان جا خوندم چجوری مثلا کانونهای ریشه‌ای رو، گراس روت موومنت، جنبش‌های ریشه‌ای، لازم نیست به جنگن فقط. من دوباره نگاه اون میکنم، میتونن مثل اوباما مثلا گراس روت موومنت درست کرده بود برای انتخابات و اینا، دیدیم که موفق شد. کسی که بیاد یه دو تو سنا بعد بیاد اینجوری بشه، کسی هم که نه بابای پولداری داشته و نه پولی داشته و نه همسرش اونجوری پولی داشته مثل زن جان کری صاحب نمیدونم باباش صاحب کارخونه کچاپ باشه و اینها، و بیاد اینجوری موفق بشه، این جا داره که آدم تحقیق کنه این چه کار کرده، اون کار رو آدم انجام بده. و الا اینکه یکی بیاد آقای مصطفی اسکندری هم خودش رو مسخره کرده هم من و شما رو مسخره کرده، بیاد نگاه کنه بگه من یک پیشنهاد عالی دارم،
آقا پیشنهاد شما میدید، دیگران به شما میگن خوبه، بد، عالی، افتضاح، دیوانه است، مسخره است. کسی که نمیاد به خودش بگی من یه پیشنهاد عالی دارم، بریم بادکنک بخریم، بند ببندیم بهش، بفرستیم بره جماران، جمارانه کجا این خامنه ایه، بعد بیاد پایین کوکتل مولوتوف بهش وست باشه، منفجر بشه. پزشکان و پرستاران اسرائیل گفتن بدون دموکراسی نمیتوان کار کرد، دنبال این هستن که از اسرائیل برن. دوستان، اسرائیل که میگه ما نمونه دموکراسی در خاورمیانه هستیم، همین مردک نتانیاهو ببینید بعد از 6 مرتبه انتخابات هنوز لنگشون در هوا و چه کار کرده؟ درست مثل همین ماجرای ایران که الان میگه قانون حجاب میخوایم ببریم از اون نمیدونم اصل 85 تو راهروها که کسی نبینه، که مردم نفهمن کی رأی داده کی رأی نداده، که فردا دوباره بخوان بهش رأی بدن. این چقدر اصل 85 یه اصلیه که اینا رو فوریت، دو تا فوریت میفرستن تو اتاقا و بدونی که توی صحن عمومی باشه تصویب میکنن میاد بیرون. ولی جوانای ایرانی بیچاره وایستدن میگن ما دیگه حاضر نیستیم، 44 سال گوش دادیم به زور گفتن شما، دیگه حاضر نیستیم. این وسط یه آدم با غیرت نیست. من که وقتی اومدم اینجا 62 میلیون پول مردم تو جیبم نبوده و میلیاردها دلار تراست. من وظیفه ای ندارم، اونی که وظیفه داره انجام نمیده. ولی احمقای هستن. همین ویدیو این آقا رو که از ایراد گرفتم برید نگاه کنید، میگی شما میگید دستبوسی بده، خب نگاه کنید چجوری دستبوس مادرتون و دستبوس خودتون هستن. شما میگی امام مقوایی بده، نگاه کنید ببینید خود تو زنت گردن مقوایی. شما میگید نمیدونم صلوات و حمد و فلان اینا اشکال داره، اومدن صلوات شاهنشاهی درست کردن. این شاه اللهی ها دیگه واقعا ریدن. یه فیلم های کارتونی هست دارم میگو ریدی، اینجوری بود دیگه. حالا تعجب میکنم دکتر مملکت ما آقای رامین اعتبار، اونم همشهری من شیرازی باشی و اینقدر هنوز ناپخته باشی که دنبال یه عزگلی که در 44 سال گذشته یک روز کار نکرده. حالا بعضی هم میگن در 64 سال عمرش کار نکرده، خب همه اون تا جوون هستیم و فلاینا ممکن کار نکنیم، ولی دیگه از 18 سالگی 20 سالگی، والا بنده از 11 سالگی کار کردم، اولین دوچرخه رو با پول خودم خریدم، تابستون کار کردم تو گرما دوچرخه خریدم سوارشم برم بیام 150 تومن. این مردک یه روز از صبح تا شب کار نکرده. با شما میخوای بفرسی مملکت اداره کنی؟ گور پدر این آخوندا. حالا خودمونی با این همه کشورها هی میگن دشمنیم دشمنیم که همشون دروغ میگن، چجوری اینا سر پا وایسادن؟ 44 سال دارن حکومت میکنن، هر روز هم شما میای میگی فردا میرن. یا آقای هست اگه اشتباه نکنم یا حسن رنانی یا محسن رنانی، باید بچه های اصفهان اینا باشن، رنانی اینا، این اقتصاددان یا نمیدونم هر چیه، این میگه پیشبینی کردم اینجوری اونجوری طول میکشه ولی درست میشه. حالا دیگه اینا سقوط میکنن، حالا من میگم سقوط میکنن ولی نمیگم که، گفتم به 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 از چیه شیخ ما چه عجب. پنجره مشت را باز کرد و گفت یه وجه، خب هر حکومتی میره پایین، هر کسی میمیره، ولی دکتر حاضر اونی که بیاد بگی آقا این 3 ماه دیگه میمیره، 6 ماه دیگه میمیره، نه که الان بگه 6 ماه میمیره، 6 ماه دیگه هم بیاد بگه 6 ماه میمیره، دوباره 6 ماه دیگه هم بیاد بگه 6 ماه میمیره، که گفتن دکترها، کسانی هستن که 25 سال پیش بهشون گفتن این 1 سال ماکسیمم دوام میاره، ولی طرف 25 سال زنده است، اون دکتر مرده این هنوز زنده است. آقای مصطفی اسکندری اینجا هم اسمش نوشتم، 2-3 بار نشون دادم دیگه، همین یکی کم داشتیم. نه آخه یکی و دوتا نیستن، اون حسین چی بود دیوونه، محمد حسینی دلغک بود، کی بود تازگی اومده حالا میخواد ثابت کنه که ننش که عربا گاییدن، پس از این ور شازده عربه، از این ورم یک دیوانه اون دیگه بچک و پوز. اینم ملیجک آخوندا بود، وقتی بلند شد اومد اینجا اومد واشنگتن، این آقای رضا فرنود یه رستوران داشت،
گفت آقا این هی به من میگه فلان. گفتم آقا اصلا این مرده که دیوانه هست، این تا روزی که داشته اونجا پول میساخته، بازی های مسخره، شعرهای مسخره اجرا کرده اومده، بعد نمیدونم چی شده حالا اومده اینجا، که بعد گندش بالا اومد که پرونده هایی نمیدونم دادگاهی داره، نمیدونم با فامیلاش هم مثل مشکل داشته، بعد اومد رفت تو تلویزیون های لس آنجلس. اگه اشتباه نکنم این مدت با تلویزیون پارس بود، آقای شجره و با فرزان دلجو و اینها. واسه فرزان دلجو تا حالا چند تا تلویزیون درست کرده، یکی بود به نام مرسی تی وی، حالا درست کرده تودی تی وی. از طرفی شنیدم که میخواد بره ایران، بهش هم گفتن هیچ اشکال نداره شما میتونی بیای ایران، ولی حالا شنیدم با تلویزیون اینترنشنال یه مصاحبه کرده، گفته که میخواد یه فیلمی درست کنه برای کیان پورفلک، اون پسر 9 ساله که کشته شد، و ماجرای اینایی که کشته میشن نگاه کنید، ببینید خاله طرف، نه این پورفلک نمیاد، خاله طرف با مادرش مشکل داره، اون یکی میخواد کتاباش بفروشه، اون میخواد شعراش بفروشه. یادم ویگن وقتی فوت شده بود، دخترای ویگن اینجا دعواشون شده بود سر گیتار و میتار و اینها، روزگار غریبی است. خب و اما میگم یکی و دوتا نیستن، رنده کردن قرآن توسط یک زن ایرانی در دانمارک. خانم بز او یکی خشک بشه، تازه اونی که توی سوئد سوزون، تازه میگن فرستاده آخونده بوده، حالا شما اومدی قرآن رو رنده کردی، خب که چی بشه بیچاره؟ تو اگه میدونستی 80% قرآن تورات هست و انجیل هست، همه اینا رو با هم میذاشتی یه جایی، میریخت سطل آشغال، نمیمدی یک کتاب بخری آتش بزنی که باز اونا برن چاپ کنن بگن اینقدر فروش داشت. بله یه خانم دختری قرآن رو رنده کرده. حالا من نمیدونم شما کتاب رو چجوری میخوای رنده کنی. بهتون گفتم امروز 17 مرداد 1402 است و سه‌شنبه 8 آگوست. یاد ویدیوی فرهنگ ایران رو صفحه خودم اینو نشون دادم، این ویدیوی همون آقا پسریه که میاد سوال میکنه. و اما سلیمانی که کشته شد، میدونید خیلی ها گفتن که ایران انتقام میگیره به یه شکلی به یه جوری، هی گفتن میزنیم میکشیم، هیچ اتفاق نیفتاد. یه خانم بیچاره به نام نیکا، من اسمش رو بزنم نیکا نیکو بین، بله نیکا نیکو بین، هو استاب من دیورینگ سکس این وگاس. این خانم یه دختر جوونیه که بعدن فهمیدن چند شخصیتیه، اون مریضیه چیه میگن روان پریش و اینها هست. بعد من این بهتون نشون بدم کامرای سه، اینو ببندم اینجا. بله دیلی میل نوشته که نیکا نیکوبین کسی که استب یعنی با چاقو ضربه زد به یه مردی در حین سکس عشقبازی این وگاس هتل. این خانم رفته روی این وبسایت هایی که دوست پسر دوست دختر پیدا میکنن اینها، این آقا رو پیدا کرده و با هم رفتن چیز و هتل و اینها. حالا نمیدونم اونم خواسته بگی من قهرمانم، گفته ما زدیم مرده قاسم سلیمانی رو کشتیم یا فلان، این خانم هم بهش چاقو زده میخواسته انتقام بگیره، بعدم اون جون سالم به در برده و هیچه ای مرگ. این اینستاگرام بود قول شیرازی ها زهرمونو بردی. بله خلاصه این خانم رو دیدن انقدر خلوچله که حتی به کار زندون نمیخوره، فرستادنش بره یک کمی چیزای درمانی، بعدم گویا 3 سال چی بهشون میگن زندان معلق، یعنی شما بیرونی اگه یه جرم دیگه مرتکب بشی میری زندان. لذت ببر مخصوصا با این بیماری دادی که این جوان دارد. بله بله این آهنگای زیبایی میفرسته پتیک، خیلی قشنگ ویدیوهای خوب. و اما شلیک سپاه به قلب گلوبال هاک، اما چطور سپاه خیلی دور ور می‌داره. همین امروز آقای محسن سازگارا رو آوردن تلویزیون،
ازش میپرسیدن که خب الان 3000 تا تفنگدار آمریکایی مارین رفته توی خلیج فارس و اون دریای سرخ و اینها و چندین کشتی هواپیما بر و اینا چه خبره؟ ولی سپاه گفته اگه کشتی های ما رو بگیریم ما کشتی ها رو میگیریم میزنیم فلان اینها، و اونها گفتن که ما چون نیروی بزرگی شدیم آمریکا و کشورهای دیگه از ما حساب میبرن. محسن سازگارا که خودش یکی از بنیانگذاران این رژیم و بنیانگذاران سپاه پاسداران بوده گفت که من که نمیدونم توی دولت ایران چی میگذره، ولی به نظر میرسه که اینها یه مشتی آدمایی هستن که مغزشون معلوله. این نوشته های خودم بود که تموم شد و امروز من میگم چون دیروز برنامه داشتم و صحبت هایی که میخواستم بگم و اینها، بعض وقتا خبری که شما امروز داری دیگه فردا دیر شده، تموم شده، رفته. این بود که امروز این چیزایی که نوشتم گفتم بیام بگم و تشکر کنم از دو تا از دوستان. یکیش پتیک عزیز که باز لطف کرده 200 دلار فرستاده و یک کلمه استفاده کرده بود که من هیچ وقت، یعنی خیلی وقت بود نشنیده بودم یا نخونده بودم، تنخواه گردان. گفتم این چیه تنخواه گردان؟ یادم رفته معنیش چیه. بعد زدم به انگلیسی میشه پدیکش. پدیکش من یه پولی میدم، وکیلا و اینا این کارو میکنن. شما وقتی یه کیسی داری به اونا نمیگن پدیکش، میگن ریتینر. یه پولی بده که ما نگه داریم اینجا، هی شما چی که میکنی تا سر رسید به اون پولی به زنگ میزنم میگن 4000 دلار دادی، الان 50 دلارش بیشتر نمونده، اگه دیگه پول ندی ما وکیلت نیستیم، شما مجبور میشی بری قالی زیر پاتو بفروشی فلان اینا. ولی پتیک انسانیتش و اعتمادی که به من داره، ممنونم واقعا، جای تشکر داره، برای من میفرسته میگه هر وقت کسی کمک احتیاج داشت خودت از این تنخواهگردان بهشون کمک کن. یه دوست دیگه ای داریم که یه بانویی هست که خودشون هم معلم بودن، ایشون هم لطف کردن، همون کسی هستن که دفعه قبل هم مبلغ هنگفتی برای تلویزیون مردم، مبلغ هنگفتی برای اون تلویزیونایی که طرف رفته خونه‌ش رو فروخته پولش رو داده به آقای فولادوند، نه تلویزیونایی که طرف رفته نمیدونم ازدواج کرده با فلان، پول مرگ شوهر اولش رو برده با اونا، نه برای ما تلویزیون ما که فریاد هم هیچ وقت نزدیم، همیشه خواهش کردیم بابا 20 نفر بیان 20 تا 10 دلار ماهیانه بدن که ما بدونیم ماهی 200 دلار در میاریم. والا بلا من این پولا رو برای خودم هم نمیخوام، به شوخی همین گفتیم آبجو، ولی من آبجو روزی 1 دلار آبجو میخورم، یعنی بشه یه من نشه، احتیاجی ندارم و کار میکنم هنوز در 67 سالگی با وجود که بازنشسته هستم و اون بازنشستگی دارم که هیچی نیست، ولی کار میکنم، به هیچ چیز احتیاج ندارم. الحمدلله بچه‌ها هم هر روز از من می‌پرسن پول می‌خوای، میگم نه. ولی ماها نمی‌کنیم این کارو. در اصل این بانوی عزیزم شاید نخوان اسمشون رو بگم، لطف کردن و یه چک دیگه فرستادن که گفته بودن اون داستان خانومی که با 50 دلار باتری برای چرخ صندلی چرخدارش چیز شد، همین امروز آقای افشین از ایران فرستاده بود که در رشت یه خانواده ای، مادر بزرگ این، بچه این احتیاج به تخت دارن، تختی که چرخ داشته باشه، احتیاج به لباس دارن. گفته بود لباس های اینا خیلی کهنه و مندرس و لباس ندارن اصلا. و خیلی جالبه نوشته بود مثلا این میشه 100 دلار، این میشه 50 دلار. دوستان من نمیدونم شما کجا زندگی میکنید، الان تو آمریکا هپی آور که میری، اون وقتا میرفتیم هپی آور و کلی آبجو میخوریم میشه 15 دلار، الان میشه 50 دلار. یه شام بری بیرون بخوری، ماشاءالله یه جایی شنیدم رستوران ایرانی باز شده 40 کباب 60 دلار، 4 نفر رفتن خوراک خوردن اومدن میگن 800 دلار، که گفتم من کلامم باید ببره از در اون رستوران رد نمیشه. ولی 50 دلار به یکی کمک کنید، به من کمک نکنید، به فامیل خودتون کمک کنید. همیشه گفتم به فامیل خودتون کمک کنید. اونی که میاد میگه دخترای ایران همشون کنار خیابون تن فروشی میکنن، همینا تو برنامه آقای بهکام پرسیدم، گفتم آقای بهکام چند تا دختر جنی تو خانواده شما؟ خندید آقای سوربی، از شما انتظار نداشتم. گفتم از اون خانم میپرسم چند تا تو خانواده شماست؟ ما هنوز تو خانواده هم کسی نبوده بگه رفتم کنار خیابون تن فروشی کنم، چون خودمون از همدیگه مواظبت میکنیم، خودمون به همدیگه کمک میکنیم.
در اصل ممنون و متشکرم. دوستان اگه شما هم بخواید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشین، ولی اینجا بارها گفتم اینجا کسی حرف مفت نمیتونه بیاد بزنه. اگه فکر میکنه یه چیزی برای به اصطلاح گفتن داره یا یک نوشته ای برای پخش کردن داره، شما وقتی مینویسی میبری میگی چاپخونه، یه نسخه رو کلی کار میکنی تصحیح میکنی میبری میگی چاپخونه، یه پولی میدی چاپخونه چاپش میکنه میاری میدی به یه نفر، یا با دوچرخه یا پای پیاده میره اینو پخشش میکنه. ما میگیم شما اون بنویس چاپش و پخشش با ما، برای این 25 دلاره، این یکی 50 دلاره، این یکی 150 دلاره، نرخ داره هر کدومش شما خواستی. نه اینجای کسی رو گرفتیم گفتیم پول بده، نه دستشو پوچون تو ایران میگن خفت گیری کرده، نه دست کسی رو پوچوندیم که از تو جیبت پول در بیار. میگیم آقا اونی که به شما وقت میده پول نمیگیره، ازش بپرس از کجا بهش پول میدن. آقای سازگارا که میری تلویزیون ایران اینترنشنال و تلویزیون های دیگه آقای نوریزاد و اینا، از اینا بپرس از کجا پول میارن، و الا ما که خرجمون معلوم دخلمونم معلوم. در صورت ساعتم خب هنوز یه ساعت نیم نشده، اب نداره، میخوام اینو نگاه کنم ببینم دوستان اگه کسی چیزی نوشته باشه ما هم جواب بدیم بی احترامی نشده باشه. بله اینجا نوشته 3 کامنت ولی من یک کامنت بیشتر نمیبینم. بله خانم ملیحه هم نمیدونم، خانم ملیحه چی شده بود دوباره صفحه فیسبوک شما از من میخواست که به اصطلاح اون فرند ریکوست یا درخواست دوستی رو تایید کنم. گفتم با ما دوست هستیم سالهای سال، ممنونم از ایشون، و دوباره کردم اون کار کانفرم و فرستادم و اینها. امیدوارم که دوستانی که در کشورهایی هستن که میتونن حمایت کنن حمایت کنن. این روزا حمایت کردن خیلی آسون شده، شما زیر همین یوتیوب که برنامه من هست دو جا این برنوشته جوین، این برنوشته تانکس یا اس تانکس سوپر تانکس، میتونید ماهیانه کمک کنید، میتونید یه دفعه کمک کنید. و ما قدیما به شوخی هم گفتیم، معمولا بینندهای من خب آدمای مسنی بودن، گفتیم بابا اقلا اسم تلویزیون مردم رو بنویسید توی در زمانی که فوت شدین اقلا یک کمک به ما بشه، که اونم ما ندیدیم از کسی. و اما بذارید من یه دوتا خبر رو که توی لایو گذاشتم براتون بخونم بعد برم و همش فکر کنم امروز یه شنبه است، نمیدونم چرا قبلا من میخواستم بگم امروز یه شنبه است، من زمین شاید دوستان نیستن. این ویدیو رو من ببینم میشه نشون بدم یا دانلود. اینجا میگه دانلود نو نیم، ببینیم. نه وقتی که از تلفن میفرستیم برای کامپیوتر به جایی که بنویسه و اینها مینویسه نو نیم، بعد فیلم هم دیگه نشون نمیده. اینا به خاطر که فرمت های مختلفی دارن. حالا من با VLC باز کردم. آها این به خاطر این برنامه‌ای که تو ایران پیش میاد و سیل و آتش سوزی و رابندون اینها، و خیلی ها میگن کشورهای عربی چنین و چنان، این هم کشور عرب، این اماراته. یکی از دوستان امروز برای من فرستاده، نمیدونم حالا خودش هم اونجاست یا یک لحظه. بله این کامرای سه نگاه کنید، امیدوارم به خاطر اینا به ما گیر نده یوتیوب. کامرای سه اینه، ببینید چه طوفانی یه دفعه همینجا در آمریکا یه جاده‌ای به خاطر آتش سوزی 5 ساعت بسته بود.
پتیک برای من فرستاده بود، اگه بتونم عکسش بهتون نشون بدم. و پتیک میگه من تعجب میکنم که یه جاده فرعی نیست که بشه حالا جایگزینی. گفتم پتیک عزیزم، اینجا هر کاری انجام میدن برای پوله. جاده باید ساخته بشه پول بیاره، اگه پول نیاره میگن بدش. شما پیاده رو تو آمریکا وضع درست حسابی نداره و هر روز یکی دو تا اینور اونور کشته میشن. نه پل پیاده رو به اندازه کافی داریم، نه پیاده رو کنار خیابونا داریم، چون دولت میگه این پیاده رو به من پولی نمیده. اگه سوار اتوبوس بشه باز یه چیزی، سوار ماشین بشه هم ماشین میخره، خرج ماشین بنزین هر روز اینم هست. پتیاد یور ترید اوکی، من میخوام موتورسیکلتونو بخرم، موتورسیکل ما 20 سال پیش فروخت. خب خیلی ممنون دوستان عزیز، اینجا صحبتی نبود، سوالی نبود که ما بخوایم جواب بدیم. روی فیسبوک مردم تیوی هم یک نگاه کنم، اینم ما خودمون مسخره کردیم، راحت همون فقط مردم تیوی رو بذاریم، اگه کسی اونجا چیزی نوشت ما جواب میدیم. اینجا آقای آتیلا هست که هر دو رو نگاه کرده، ممنونم دوبار ازت ممنونم. خب میگن که خانم ملیم حالا که اومده، بله با سلام، سپاس فراوان از برنامه جدید امروز شما. این اکتبر برنامه کی بود؟ چرا امروز برای من اومده؟ از جدید امروز شما سال نومه سفر خود نومید نمیدونم. خیلی جالبه، من بعضی ویدیوها برام میاد از یوتیوب مال 2013، میگه ما اون تذکری که داده بودیم برای کپی رایت و شما اعتراض کردی، گفتی آقا کپی رایت من به اندازه نشون دادم که دربارش صحبت بشه و تازه تبلیغ میشه برای اونها، حالا ما فهمیدیم شما درست گفتی. 2013 تا 2023 10 سال گذشته. اینم از این. خب اینم آقای علی حسین نژاد که رفتن بر سر مزار بختیار. دوستان نظر شما درباره بختیار چیه؟ آقای بابک هروی، من از طریق یه برنامه‌ای که در رابطه با بختیار و هم به اصطلاح دولتیاش، همون 3-7 روز حکومت و مثل خادم و چند تای دیگه رزمارا و اینها، و که خود اونام به نظر من تو این 3-7 روز خیانت کردن به ایران، نظر من اینه که اینها دانسته یا ندانسته خیانت کردن. ولی بابک هروی به عدد و رقم و سند ثابت کرد که آقای بختیار اون طلای پاکی که بعضیا میگن نبوده، پولا رو گرفته با اون بنیاد برومند و نمیدونم فلان و اینا درست هندل نکردن. بحثای زیادی هست. آقای حسین نژاد رو ما چندین برنامه با ایشون قبلا داشتیم و ایشون حالا رفتن بر سر خاک بختیار. نوشتن قافلان یک شب بر سر مزار دکتر بختیار رفتم با عذر تقصیر به روان خاک او، چرا که همه خواسته های پایه‌ای مون مبری بر آزادی و دموکراسی با فداکاری و پذیرش سمت نخست وزیری از سوی او برآورده شده بود. ولی ما آقا وقتی یکی قبول میکنه نخست وزیر، یعنی رژیم شاه دیکتاتور رو قبول داره، اینم میشه نخست وزیرش. آقای حسین نژاد چرا دیگران قبول نکردند؟ برای که میگفتن آقا تو ما را انداختی زندان، تو دیکتاتوری، حالا میخوای به ما یه تیکه نون بندازی ما برات پارس کنیم؟ بختیار این کار کرد. بعد بختیار فامیل دور این فرعه. شما اینو از این وری هم یک کم برو تحقیق کن، بعدا با هم صحبت میکنیم. در اصل ممنون و متشکرم دوستان عزیز. ببینیم که روی لایو دیگه چی گذاشته بودیم. بله این دوستمون یک نوشته ای داره که این همونه که برای آقای چمنارا نوشته بود، برنامه هفته پیش خوندم یا برای آقای چمنارا فرستادم، که این دوستمونم ننوشته کدوم قانون اساسی رو خونده. قانون اساسی آقای چمنارا، قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی، و براش نوشتم که خود من و شما هم که اینقدر از دیگران ایراد میگیریم، خودمونم کارمون اشکال داره.
و اما ماجرای اون بلاروس و اوکراین و روسیه و اینها ببینید که هر روز بالا و پایین میشه، ولی قراره که در یکی از کشورهای عربی به اصطلاح گفتگوهای صلح یا آتش بس بین اینها به راه بیفته، راه انداز بشه یا اجرا بشه، ببینیم چه میشود. شما دوستان در هر موردی که دوست داشته باشین میتونید نظراتتون رو به تلویزیون مردم بفرستین، ما هر چی میگیم سند میشه، موجوده و به اصطلاح شماره تلفنمون هست که همین واتساپ هم هست، ایمیل آدرس داریم، وبسایتمون مردم.tv.com، فیسبوک سایت داریم، فیسبوک پیج داریم، فیسبوک مردم تیوی داریم، لینکدین داریم، توییتر داریم که الان شده اکس و دیگه نمیدونم. اگه تلویزیونی میشناسید که از ما بیشتر و بهتر اینفورمیشن داده باشه بگید تا ما هم تقلید کنیم. گاهی وقتا تقلید کردن کار خوبی هست. خب اینجا هم باز نوشتم مصطفی اسکندری، از بس که این مرد روی مخ من رفته بود. خانم دکتر نسترن زنوسی، بهش گفته بودیم اگر بخواد میتونه باز تماس بگیره صحبت کنه، ولی تماسی نگرفتن، احیانا ایشون مشغول هستن و ببخشید در کاغذ پاره کردن اون که پاره میکنه صداش خوشش میاد، اونایی دیگه بعدش میاد، احتمالا مشغول هستن تا بتونن جان این جوان رو محمد حسین از مرگ نجات بدن. من به نظر خودم وقتی یه کسی پای چوبه دار هست، وقتی یه کسی مادرش سرطان داره، من دیگه الان حق انتخاب ندارم که فامیل من گفته نشه محمد حسین کی، جرمش چیه، ما بخونیم پروندهشو. اینه که هفته قبل من خیلی دقت کردم که بهتون بگم من از این پرونده اطلاعی ندارم، هر چند نفری هم که زنگ زدن ایراد گرفتن، پیشنهاد دادن، بهشون گفتم با خود خانم زنوسی تماس بگیرید. دوستان عزیز، از این که با ما بودید یا با من بودید ممنون و متشکرم. امیدوارم برنامه‌های تلویزیون مردم همین ساده به دل شما بشینه، چون میگن که هر چی که از دل برآید لاجرم، سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. این حرف دل من، سالهام حرف زدم، در این سالها یه سری چیزایی که باور داشتم عوض شده. مثلا من یادمه اون آقای یادش گرامی دکتر ناصر طهماسبی، از ایشون یاد گرفتم که کپیتال پانیشمنت یا اعدام راه چاره نیست، این مجازات درستی نیست. اون وقتا اون اولا فکر کردم اگه یکی یک کار بد کرد اعدامش کنی نفر دومی نمیکنه. ایشون از من پرسید اعدام از کی بوده؟ گفتم از موقعی که تاریخ بوده. گفت چرا پس هنوز اون کارا رو انجام میده؟ پس درست عمل نمیکنه. زندان ها مینسن کرکشن فسیلیتی، کرکشن یعنی تصحیح کردن. شما کدوم زندانی دیدی بره زندان بیاد بهتر شده باشه؟ تک و توکی رفته درس خونده وکیل شده اومده. ولی دیگه شما تو اسم همه رو بذاری کرکشن، حالا اینجا گذاشته تو ایران عوض کرده اسمش گذاشته ندامتگاه، یکی دیگه نمیدونم نوشته چی مددجویان، نمیدونم فلان. اینا از کسی مدد نخواستن، اینا با پای خودشون، با فکر خودشون، با اشتباه خودشون رفتن این خط، ولی یکی باشه درسشون بده اینا رو به راه راست بیاره که مفید باشن برای جامعه. آیا خواهند بود؟ و همین حرفیه که به خانم زنوسی زده. حالا این جوانی که 16 سالگی یه نفر کشته، الان 21-22 سالش هست، آیا وقتی از زندان بیاد بیرون توی این 5-6 سال یه آدمی بوده که الان بدتر شده یا یه آدمی بوده که الان بهتر شده اومده بیرون؟ من نمیدونم، باید صبر کرد و دید. روز روزگار بر شما خوش، با امید فردایی بهتر، آیندهی روشنتر و با امید این که بتونیم حرف دیگران رو گوش بدیم، در موردش فکر کنیم، بعد اگه نظری داریم نظرمون رو بگیم. خیلی ممنون که با ما بودید. مرسی.